مهندس محمد رضا ابراهام موزا در 29 مرداد 1372 هجری میلادی در بیمارستان تهران کلینیک آرسنال به دنیا آمد. وی از همان لحظات ابتدایی زندگی چشم از جهان فرو بست و باز کرد. وی از کودکی مورد توجه رسانه ها بود و بهداشت شخصی خود اهمیت داد. وی از همان کودکی انسانی مستقل بود و روی پای خود می ایستاد. وی در 3-4 سالگی و در طی یک عملیات ورزشی کمر پدر خود را از دست داد. وی که به مکتب نرفت و خط ننوشت، با کتابخانه غنی پدر آشنا شد. وی که علاقه زیادی به قیصر امین‌پور داشت، به پیشنهاد پدر وی کتاب در انتظار گودو را خواند و با دیدن شباهت مادرش به شخصیت اصلی داستان گودو به فوکو علاقه‌مند شد. به همین سبب سر خود را تراشید و این مکسد کله تاسبی و روحیه جنگنده و ژن ورزشکاری که از پدر وی برس رسیده بود باعث شد علاقه زیادی به شطرنج، مونوپولی، مورتال کمبت، کونگ فو پاندا و تکواندو پیدا کند. موفقیت چشمگیر وی در این سن باعث شد تا از همان ابتدا مورد توجه روشنفکران قرار گیرد. وی از همان ابتدا همنشین روشنفکرانی شد سیمون دو بوار، سیمین دانشور، سیمین بولیوار، سیمین بهبهانه، سیما بینا و سیمسون دو بودیز بود. از طرفی دیگر هنرمندان بزرگی تمایل به همکاری با وی را داشتند که از جمعی آن را میدوان به بهرام بیزایی، اسکر فرهادی، دیوید لینچ و دیگر هنرمندان داخلی و خارجی شرکت. گلره استدی اونم همکاری الیاله. او اجتماعی و سیاسی فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی علاقه نشان میداد. فعالیت سیاسی و اجتماعی چون چگوارا، لنین و هیتلر از علاقه او اطلاعی نداشتند. وی با آلبرت کامو و ژان پل سارتر گروه سه نفره‌ای تشکیل دادند به نام COS. از فعالیت های آن اطلاع دقیقی در دست نیست، اما می توان به فرمول کوسینوس اشاره کرد. برای اطلاع از فعالیت های دیگر وی به سایت www.zombo.com مراجعه نمایید.